I just remember opening the door. Okay. And I saw her. She wasn't... She was covered. I saw her first, the head. سلام دوستان، روابط مالک و مستأجر همیشه پر از حاشیه و درگیری بوده، اما گاهی اوقات این حاشیه ها اینقدر عمیق میشن که منجر به فاجعه و جنایت میشن. با من همراه باشید تا جزئیات پرونده باور نکردنی امروز رو با هم بررسی کنیم. البته قسمت باور نکردنیش مربوط میشه به نحوه دادگاه متهمین که در انتهای ویدیو براتون تعریف میکنم. غروب 26 فوریه سال 2014 در شهر کوچک آسپن در ایالت کلرادو زنی 56 ساله به نام کفی کارپنتر با پلیس تماس گرفته، گفتش که جنازه دوستش رو توی کمد خونه اون پیدا کرده. وقتی پلیس خودش رو به آدرس گزارش شده رسوند، با هدایت کفی به اتاق خواب رفتن و داخل کمد اتاق خواب جنازه بسته‌بندی شده زنی رو دیدن که اسمش نانسی فیستر بود. نانسی 57 سال داشت و به عنوان راهنمای تور مشغول کار بود و توی آسپن مالک یک پیست اسکی خصوصی هم بود که از پدرش بهش به ارث رسیده بود. اون هیچ وقت ازدواج نکرد، اما از رابطه های عاشقانه‌ای که با دوست پسراش داشت صاحب یک دختر و یک پسر بود. نانسی یک زن مغرور بود، خودپسند بود، با همه مثل برده برخورد میکرد و هیچ وقت دوست نداشت کسی ازش انتقاد کنه. اما با تمام این خصوصیات خوب اخلاقیش تونسته بود با کفی دوستی صمیمی و یک شریک کاری باشه. کفی به پلیس‌ها گفتش وقتی دو روز از نانسی بیخبر مونده بود و اون هم به تلفن‌هاش جواب نمیداد، برای گرفتن خبر از اون به خونش رفت، اما هر چقدر در زد جوابی نگرفت. اون وارد خونه میشه و به دنبال دوستش میگرده، اما اون رو پیدا نمیکنه تا اینکه وقتی وارد اتاق خواب میشه دیده بود تختش به هم ریخته و ملافه‌های تخت کلاً در اومده. اون وقتی بیشتر دقت میکنه چشمش به لکه‌های خون روی سر تخت افتاده بود و از داخل کمد دیواری اتاق خواب هم احساس کرده بود که بوی بدی بیرون میاد. کفی در اون لحظه نگران میشه و به سرعت به خونه خودش میره تا با کلید یدکی که از اون کمد داشت برگرده و در کمد رو باز کنه. اما به محض باز شدن در کمد، در برابر چشمهای حیرت زدش جنازه دوستش رو میبینه که لای ملافه و پلاستیک پیچیده شده بود. این تمام چیزهایی بود که کفی به پلیس گفت. روی دست و پای اون اثری از زخم هم وجود نداشت و این به این معنا میتونست باشه که مقتول موقع حمله از خودش دفاع نکرده بود. با توجه به اینکه قتل در اتاق خواب اتفاق افتاده بود، این میتونست نشون بده که نانسی توی خواب به صورت ناغافل کشته شده بود. این حدس وقتی پررنگ‌تر شد که پلیس تشک تخت اون رو برگردوند و دید که اون طرف تشک مقدار زیادی خون خشک شده و این یعنی این که یک نفر نانسی رو توی تخت خواب خودش کشته بود و بعد هم سعی کرده بود که با برگردوندن تشک و گذاشتن جسد اون توی کمد دیواری اتاق خوابش آثار جنایت رو به شکل ناشیانه ای از بین ببره. اما سوال این بودش که این قاتل به ظاهر باهوش چه کسی میتونست باشه؟ نانسی فیستر مدتی قبل میخواست برای تعطیلات و استراحت به مدت 6 ماه به استرالیا بره و برای همین بودش که اون فکر میکرد شاید بد نباشه توی این مدت خونش رو اجاره بده و یک مبلغی بابت اجاره دریافت کنه تا خرج سفرش در بیاد. مستأجرهای نانسی فیستر تری و همسرش نانسی استایلر بودن. دقت کنید که اسم صاحب خونه و اسم مستأجرش خانم مستأجرش نانسی هستش و احتمالاً یکی دو جای ویدیو خودم حالا نانسی فیستر رو شاید نانسی فاستر هم گفته باشم. خلاصه دقت کنید. نانسی فیستر برای اینکه مستأجراش بتونن راحت‌تر با خونه کنار بیان، چند روز قبل از رفتن اونها رو پیش خودش آورد و حتی به افتخارشون هم مهمونی برگزار کرد. نانسی رفت، اما در فوریه سال 2014 اون تعطیلاتش رو نیمه تموم گذاشت و به کلرادو برگشت.
کفی دوست اون به مامورها گفتش که خودش نانسی رو از فرودگاه به خونش آورد و میگفت که نانسی از او خواسته بود که آخر اون هفته با اون توی خونش بمونه. کفی هم همین کار رو کرده بود و روز دوشنبه وقتی که میخواست فردای اون روز به سر کار بره، نانسی رو در حالی که خواب بود آخر شب ترک کرده بود. یک روز گذشت و بدون اینکه کسی سراغی از نانسی بگیره، روز چهارشنبه مستاجرهای اون با کفی تماس گرفتن و گفتن که به خاطر برگشتن صاحب خونه یعنی نانسی از خونه اون نقل مکان کردن، اما وقتی که به اونجا رفته بودن وسایلشون رو بردارن، نانسی رو ندیده بودن. اونا میگفتن که فقط سگش رو دیدن که بدون آب و غذا اونجا رها شده بود. به هر حال با این تماس بودش که کفی نسبت به موضوع حساس شد و وقتی که به خونه دوستش رفت، جسد اون رو توی کمد دیواری اتاق خوابش پیدا کرد. طبق گزارش پزشکی قانونی، نانسی همون صبح روز دوشنبه به قتل رسیده بود و در تمام مدت اون دو روز جنازش توی کمد دیواری اتاق مونده بود. اینطور که حد زده می شد، نانسی رو دو نفر کشته بودن و جنازش رو با کمک همدیگه توی کمد گذاشته بودن. تحقیقات نشون می داد که اگرچه نانسی زن خودخواه و مغروری بود، اما کسی دشمنی در این حد نداشت که بخواد اون رو به این وضع بکشه. اما گویا که اواخر با مستاجرهای جدیدش یعنی تری و نانسی استایلر اختلاف داشته و در نهایت هم اونا رو از خونش بیرون کرده بود. تری استایلر 66 ساله یک پزشک متخصص بازنشسته بود و همسرش نانسی هم مربی کاردرمانی بود. اونا 25 سال قبل توی بیمارستان با هم آشنا شده بودن و بعد از مدتی هم ازدواج کرده بودن. اونا یک خونه بزرگ توی دنور داشتن و اونجا با پرورش گلهای نیلوفر آبی برای مدتی درآمد خیلی خوبی هم داشتن. اما خب اوضاع تا همیشه به خوبی براشون پیش نرفته بود، تا اینکه در سال 2000 تری بیمار میشه و در نهایت مجبور شده بود که طبابت رو رها کنه. به هر حال با فکر نانسی قرار شد اونا برای راه انداختن یک کسب و کار کوچیک به اسپین نقل مکان کنن و همین شدش که یک روز نانسی استایلر توی روزنامه آگهی خونه اجاره نانسی فیستر رو دید و باهاش تماس گرفت و این آغاز کل این ماجرا بود. وقتی نانسی برای تعطیلات به استرالیا میره، مشکلات تأسیساتی خونه شروع میشه. تری و همسرش فکر میکنن که نانسی یک خونه مطلوب رو به اونا داده و برای همین پرداخت کرایه ماهی 4000 دلار خونه رو متوقف میکنن. اونا البته کرایه 3 ماه رو به عنوان ضمانت و یا پول کلید داده بودن، اما وقتی که با مشکلات خونه مواجه میشن، نه دیگه کرایه میدن و نه پول آب و برق و گاز رو. البته نانسی هم سعی کرده بود که با فرستادن تعمیرکار مشکل رو حل کنه، اما انگار مشکلات حل نشده بودن و در نهایت مستاجرها گفته بودن که میخوان از خونش برن. نانسی هم اون موقع عصبانی شده بود و گفته بود که تا 22 فوریه به خونش برمیگرده و اگر اونها وسیله اونجا داشته باشن همش رو میسوزونه. همه این دعواها باعث شده بود که نانسی از تعطیلاتش به صورت نیمه تمام برگرده. استایلرها به یک موتل در همون نزدیکی با فاصله نیم ساعت رانندگی نقل مکان میکنن، اما خب نتونسته بودن تا 22 فوریه تمام وسایلشون رو ببرن. حالا نانسی میگفت اگر وسایلتون رو میخواید باید بابت خسارتی که به خونم وارد کردید 14000 دلار دیگه هم بدید. پلیس بعد از به دست آوردن این اطلاعات هم تری و هم همسرش رو برای بازجویی دعوت کرد، اما اونا هر دوشون دخالتشون رو توی این جنایت رد کردن، اما نفرتشون رو از نانسی رد نکردن. تری میگفت که نانسی با همسرش مثل برده رفتار میکرد و مدام اونا رو تحقیر میکرد. اون میگفت که نانسی چند بار بهشون گفته بود که اونا باید بی خانمان باشن و لیاقت تو خونه زندگی کردن رو ندارن. اما تری از طرفی هم میگفت که معلوله و اصولا توانای قتل و جابجای جسد رو نداره، که کاملا درست میگفت. در کل از اونجایی که مدرک مستحکمی برای محکومیت اونا وجود نداشت و حتی تست دی ان ای هم نمیتونست مورد قبول باشه، چون اونا مدتی قبل توی اون خونه زندگی کرده بودن، پلیسا مجبور شدن که اونا رو بعد از بازجویی آزاد کنن. اما خب این پایان کار استایلرها نبود، چون چند روز بعد یک کارگر شهرداری موقع جمع‌آوری زباله‌های موتل، همون موتلی که تری و همسرش توش بودن، یک چکش خونین، یک جعبه قرص به نام نانسی فیستر و یک برگه کرایه خودروی جنگوار به نام تری استایلر رو توی سطل زباله اونا کشف کرد.
اون که خبر مرگ نانسی فیستر رو شنیده بود با پلیس ها تماس گرفت. اوضاع وقتی پیچیده تر شدش که کلید کمد دیواری اتاق خواب نانسی فیستر هم نزدیک همون موتل پیدا شد. روز سوم مارس سال 2014 بود که تری و نانسی استایلر به اتهام دست داشتن در قتل نانسی فیستر دستگیر شدن و جالب این بودش که سه هفته بعد از این دستگیری کافی کارپنتر دوست خود نانسی هم دستگیر شد. دلیل دستگیری کافی هم این بودش که اون توی مصاحبه ها به جزئیاتی از صحنه جرم اشاره کرده بود که طبیعتاً نباید ازشون اطلاعی می داشت. مثلا اون از خونی که روی سر نانسی دیده بود می گفت، در حالی که تا قبل از رسیدن پلیس سر و صورت مقتول به طور کامل پوشیده بود. حد زده می شد که کافی به استایلرها برای ورود به خونه دوستش کمک کرده بود، اتهامی که خود اون به شدت ردش کرد. کار بازجویی و تحقیقات ادامه داشت. متهمین همگی دخالتشون رو توی این ماجرا منکر می شدن. اما درست دو هفته مونده بود به دادگاه مقدماتی استایلرها و کتی، یک روز تری استایلر به پلیس ها پیشنهادی میده. اون گفته بود به شرطی که همسرش و کافی از اتهام قتل مبرا بشن، مسئولیت قتل رو قبول میکنه. And so you do what? تری به بازجوها گفته بودش که صبح روز دوشنبه در حالی که همسرش خواب بود با جگوار کرایه‌ایشون به خونه نانسی رفته بود تا بتونه با حرف زدن با اون بقیه وسایلش رو از اونجا بردار و در مورد نحوه رفتار کردن با همسرش هم با اون صحبت کنه. اما وقتی در زده بود و جوابی نگرفته بود، وارد خونه شده بود و به اتاق خواب نانسی رفته بود. اونجا اون رو دیده بود که توی خواب عمیقی بود. تری میگفت که در اون لحظات عقلش رو از دست داد و تمام اتفاقات بدی که براش پیش اومده بود و به نظرش نانسی فیستر باعثشون بود رو به یاد آورد و در یک لحظه تصمیم گرفت که اون زن خودخواه رو بکشه. اون به طبقه پایین خونه میره، جایی که میدونست توش چکش و تبر هست. اون وسایل رو به علاوه یک کیسه پلاستیکی بزرگ برمیدار و دوباره به اتاق خواب نانسی برگشته بود. نانسی هم به دلیل مسافرتی که از استرالیا به آمریکا داشت و دچار جتلگ بود، بدون اینکه متوجه حضور تری بشه در خواب عمیقی بود. در یک لحظه تری با چکش شروع کرده بود به ضربه زدن به سر و صورت اون زن و زیر ضربات چکش صورت اون رو متلاشی کرده بود. اون بعدن وقتی فهمیده بود که نانسی هنوز داره نفس میکشه، با بیرحمی تمام تبر رو بلند کرده بود و وسط سینه اون زن گذاشته بود. تری بعد از کشتن صاحب خونش اون رو لای ملافه تخت و توی کیسه پلاستیکی گذاشته بود و بعد هم توی کمد دیواری اتاق خوابش. اون بعدن اتاق رو تمیز میکنه، تشک تخت رو برمیگردونه و بعد جعبه قرص و سیگارهای قربانی رو برداشته بود تا اینطور وانمود کنه که اون خونه رو ترک کرده. تری میگفت بعد از همه این کارها به موتل برگشته بود و هیچ وقت از این موضوع به همسرش چیزی نگفت. کاملا مشخص بود که تری دروغ میگه، چرا که کشتن و جابجایی جسد و برگردوندن تشک از پیرمردی که به سختی میتونست راه بره بعید بود. اما به هر صورت به عنوان بخشی از معامله‌ای که اون با پلیس انجام داده بود، نانسی استایلر و کاتی کارپنتر آزاد شدن و پلیس هم هیچ وقت نتونست دخالت اونها رو توی قتل با مدرک ثابت کنه. دادگاه تری برگزار شد و در نهایت اون به جرم قتل درجه 1 به 20 سال زندان محکوم شد.
اگرچه که اون در 6 آگست سال 2015 توی زندان با خودکشی به زندگی خودش پایان داد و همسرش هم تونست مبلغ 1,000,000 دلار از بیمه بابت مرگ اون دریافت کنه و مشکلات اقتصادیش رو حل کنه. نانسی بعدها اسمش رو هم تغییر داد و با یک هویت جدید زندگی نوعی برای خودش شروع کرد. در این میون دختر نانسی فیستر از نانسی استایلر به دادگاه شکایت کرد، اما خب شکایتش راه به جایی نبرد. تقریبا قطعی بودش که تری تنها این کار رو نکرده بود و فقط گناه رو به گردن گرفته بود، ولی همونطور که گفتم پلیس برای متهم کردن بقیه افراد هیچ مدرکی نداشت. نانسی استایلر بعدها کتابی نوشت و توی اون تلویحاً از همسرش بابت اون قتل حمایت کرد و نانسی فیستر صاحب خونش رو یک انسان بیرحم معرفی کرد که علاقه زیادی به تحقیر کردن دیگران داشت. خب دوستان، ماجرای پرونده قتل نانسی فیستر رو هم با هم شنیدیم. نظر شما در مورد این پرونده چیه؟ آیا واقعاً تری قاتل بود یا اینکه کسان دیگه‌ای هم توی این جنایت دست داشتن؟ و یا اینکه رفتارهای تحقیرآمیز نانسی فیستر در به قتل رسیدنش چقدر تأثیر گذار بوده؟ مرسی که امروز هم تا انتها با من همراه بودید عزیزان. مراقب خودتون خیلی خیلی باشید. تا یک پرونده جنایی دیگر، بدرود.